سلام دوستان وقتتون به خیر و شهر. روز گذشته یک خبر در رسانه ها منتشر شد که فوق العاده امیدوار کننده بود فوق خوشحال کننده بود ما دو سال پیش یه حرفایی میزدیم زمانی که مردم فریاد می میگفتن می که ما آب نداریم حاکمیت ما آب نداریم تو رفتی چسبیدی به انرژی هسته ای تو میخوای بمب اتم بسازی بخوره تو سر ما آب نداریم ملت به کی بگیم اون زمانی که این حرفو گفته میشد یه گزارش بنده خدمت شما ارائه دادم البته صرفا گزارش من نبود خیلی های دیگری همین را گفتن و این گزارش اشاره داشت به اینکه آقا شما یه چیزی داری تحت عنوان انرژی هسته ای داری سریم با دنیا میجنگی دنیا برای این که تو میخوای بری بمب اتمی بسازی تو حرف یه چیز دیگه است. یا من زیر دریایی میخوام بسازم من برق کشور رو میخوام تامین بکنم من انرژی کشور رو میخوام تامین بکنم کارهای دیگری میخوام انجام بدم برای همه اینها به انرژی هستی نیاز دارم کسی توجه نمیکرد کسی اعتنا نمیکرد اون موقع گزارش های نوشته شد در عمده این گزارش ها به این اشاره شد که اتفاقا شما میتونید روی انرژی هسته و همین نیروگاهی که در جنوب کشور خودتون دارید و نیروگاه های مشابه حساب باز بکنید برای اینکه برید سراغ شیرین کنها ما همین الان اگر بخوایم به سبکی که کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن اقدام میکنن آب شیرین کنهایی رو داشته باشیم که بتونه این کار رو برای ما انجام بده و بتونه آب شور به مردم ما رو تعمین بکنه باید برای هر متر مکعب آبی که میخوایم به صلاح خودمون آب شیرینی که تولید بکنیم پنج هزار تومان هزینه بکنیم شما اگر بخوای یک عدد بزرگ رو برای یک شهر در نظر بگیری نیاز یک شهر رو در نظر بگیری این عدد خیلی بالا میشه یعنی اصلا صرفه اقتصادی نداره خب این کار رو با انرژی هسته خیلی ساده تر میشه انجام داد یه روز خبری در رسانه ها منتشر شده این خبر اشاره کرده به اینکه نیروگاه اتمی بوشه آب دریاها رو شیرین خواهد کرد برنامه هست که اینها در دستور کار دارن که بر اساس این برنامه از ظرفیت این نیروگاه هم برای تامین 1500 مگاوات برق و هم برای تأمین روزانه 150 هزار متر مکعب آب استفاده بکنن عددی بخوام خدمت شما توضیح بدم ما اگر چیزی در حدود 20 سا از این نیروگاه ها داشته باشیم که هدف گذاری هست به سمتشون حرکت بکنیم به طور کامل اون مشکلی که در حوزه آب شیرین داریم رو میتونیم مدیریتش بکنیم یه چیزی تر من به شما بگم یک هدف گذاری رو ایران انجام میده در سالهای گذشته و اون هدف این بوده که ما باید هر سال بتونیم به ظرفیت تولید برق خودمون 5000 مگاوات برق اضافه بکنیم یعنی سال بعد وقتی میشینیم با هم صحبت میکنیم این شبکه توسعه پیدا کرده باشه من مسئله عراق رو که خدمت شما عرض کردم که الان عربستان در جایگزین ما میشه نکتهش همینه ما از اون هدف گذاری جا موندیم در دولت حسن روحانی این به طور کامل متوقف شد حتی واسه آب شیرین کنها که تاکید شده شما تو حوزه انرژی هستی باید به سمتش بریم باید حرکت بکنیم سمتش اینها متوقف شد ما به یک باره خودمون اومدیم دیدیم که برق خودمونم هم دیگه نمیتونیم تامین بکنیم هدف گذاری کردم برنامه‌ریزی کردم میخوام به سمتش برم ولی هیچی به هیچی اصلا انگار که یک اهرم فشاری آمده است به طور کامل پای خودش رو روی ترمز گذاشته من از, سال 1393 رفتم کارش رو انجام دادم و نیروگاهش هم ساختم همه چیشم آماده کردم این فقط نیاز هست که اون هدف گذاری های کلی رو براش در نظر بگیری که بره به سمت تولید آب شیرین هیچ کدوم در نظر گرفته نشده چرا اینها نکات قابل تعمولی که باید بررسی بشه خبری که الان دارم خدمت شما ارائه میدم امیدوار کننده است من 6 ماه پیش یک سال پیش وقتی بررسی میکردم میدیم که ما همه کارهاش رفتیم انجام دادیم ولی این امارات بحرین کویت عربستان و کشور قطره که داره برنامه ریزی میکنه و تلاش میکنه که مشکل آب شیرین خودش رو از این طریق حل بکنه خب نگران کننده است اما کجا یاسان قرار داریم من تو این حوزه سرمایه گذاری کردم الان اونها دارن پیشرفتایی رو در این حوزه انجام میدن و تلاش میکنن که آب شیرین رو از این طریق حل بکنن مشکلشو. رو اون نکته مهمی که من میخوام خدمت شما عرض بکنم اینه دوستان داریم از چی صحبت میکنیم از حل یکی از چالشی ترین مشکلاتی که این سالها در تابستون به خاطرش تجمعات دیدیم به خاطرش اعتراضات دیدیم و چیزهای از این دست اون نکته مهمی که من میخوام بگم اینه اگر ما انرژی هسته‌ای رو درست میتونستیم برای مردم توضیح بدیم و اگر درست برای مردم شهر میدادیم که از این طریق کدام نیاسا برطرف میشه امروز هیچ کس نمیتونه سر انرژی هستی با اون مذاکره کنه که همون که شما میبینید الان حالا من یک سال بعد دو سال بعد سه سال بعد نمیتونم پیش بینی کنم ولی الان اگر شما در باره موشک بخوای با مردم ایران حرف بزنی مردم قطعا پاسخ محترمانی به شما نمیتونن بدن آقا موشک اصلا مذاکره شونده نیستش که با کی کار داری برو به زندگیت زمان قضیه هسته همین شکلی ما اگر درست میتونستیم جا بندازیم یعنی شما وقتی تاریخ ایران رو نگاه میکنیم میبینی از یه جایی بعد حاکمیت فهمیده که باید یک شعار رو جا بندازه تحت عنوان انرژی هسته حق مسلم ماست حالا اگر میرفتی از همونایی که این شعار رو میدن سوال میپرسی که دمت گرم این حق مسلم تو یه توضیحی میدی چیکار میتونه برات بکنه هیچ توضیحی نمیتونستم بدم تو اصلا نمیدونستین کجای زندگیش میخواد کمکش بکنه الان وقتی من با شما صحبت میکنم و الان وقتی این خبر رو میخونیم میبینیم که آره این قرار هست برق ما رو تعمین بکنه قرار هست آب ما رو هم بکنه و خب اگر اینها رو برای ما شروع فوق العاده است اصلا چرا باید پیرامونش مذاکره بکنیم این باید زودتر اتفاق میافتاد این چیزی که امروز داریم در باید صحبت میکنیم که سال 93 کارهای ویژه پیرامونش انجام دادن باید زودتر اتفاق میافتاد زمانی که مردم انرژی هستی رو در بخشی از زندگی خودشون ببینن زمانی که مردم اثرش رو بر زندگی روزمره خودشون درک بکنن اینجا جایی هستی دیگه خط قرمزه دیگه طرف نمیتونه بیاد بگه که حتی آب خوردن ما به مذاکره برمیگرده نه مردم میگن که آقای محترم آب خوردن ما به انرژی هسته‌ای برمیگرده چرا داری پیرامونش مذاکره می‌کنی دقت این شد از این زاویه وقتی من به مسئله نگاه میکنم احساس میکنم که اون ترمزهایی که در این حوزه افتاد به خصوص در دولت حسن روحانی برای اینکه محقق نشه قابل تعامله شما یه نیروگاهی داری از 93 کارها انجام شده شما تو همین نیروگاهت بوشه میتونست این کار رو در حوزه آب شیرین انجام بده تعلل های صورت گرفته بر اساس گزارش هایی که منتشر شده تعلل های صورت گرفته باز من یادآوری میکنم دو تا اتفاق میتونه بیفته اگر انرژی هسته ای تو تا اون موقع حل کرده بودی مردم میتونستن شعار بدن که حتی آب خوردن ما هم به انرژی هسته ای رب داره پس ما مذاکره نمی کنیم اما تو همون دولته تو همون دولتی که میبینی فرمان انرژی هسته ای شما هم دستش افتاده یک رئیس جمهور میبینی که او این کارها رو زمین گذاشته بعد فریاد میزنه میگه حتی آب خوردن مردم همه مذاکره مربوطه اگر انرژی هستی رو حل میکردی مربوط نمیشد و این قابل تعمالی که چرا این کار انجام نشده من نکته دومی که میخوام بگم و از اون که اول خیلی مهمتره اینه دوستان البته این حرف من ممکنه توهمی منظر رسه اگه کسایی که کارشناس هستن در این حوزه نگاه بکنن میگن که تلگر یه چیزی داره میگه که این خیلی یاد تخیلیه یا مثلا فیلم های چی رو دیده داره حرفو میزنه به این بحث تولید آب شیرین و اینکه اصلا کلا آب شیرین کن هایی که میخواد مشکلات مردم رو برطرف کنه یک طرف که خیلی هم خوبه باید درش ورود بکنی باید درش, باید درش برنامه داشته باشیم این یه طرف داستان اما مسئله مهمتر اینجا هست تو باید بتونی یه برنامه داشته باشی که در حوزه ذخیره سازی این آب هم کاری بکنی همین الان ما وقتی داریم در خصوص کشورهای عربی صحبت میکنیم یکی از بحثا اینه که اگر داستان در یمن خیلی حیثیتی بشه همون که یمن قبلا هم خطاب سعودی ها این رو گفته بود که آ تو آب حیاتت به من رب داره من اگر بخوام بات برخورد بکنم و اگر بخوام سطح بالاتر به تو ضربه بزنم دیگه با آرامکو اینا کاری ندارم که آرامکو دیدی وقتی مورد هدف قرار گرفت چند هفته نمیتونستی نفت تولید بکنی این میتونست بره علیه کن ها اتفاق بیفته یه سوال اگر بحرانی در منطقه ما رخ بده از همین طریق میتونن مردم رو به شالش بکشن یا نه همین خرابکاری هایی که الان مثلا علیه فلان خط لولو و فلان چیز گروه های تجزیه طلب انجام علیه می انجام بدن یا نه ما باید در ذخیره سازی این داستان هم فکری بکنیم حرف من توهم آمیزه ولی ما به عنوان آدم هایی که رفتیم در حوزه مختلف ورود کردیم به مدل خودمون رسیدیم ایده پیدا کردیم راهکار پیدا کردیم این رو هم میتونیم محقق بکنیم و باید برش برنامه داشته باشیم داشت. من طولانی ترش نمی کنم خبری که دیروز منتشر شد فوق العاده است من امیدوارم که هر زودتر این داستان محقق بشه یعنی ما بشنویم که بخشی از توان هسته ما علاوه بر برق داره برای مردم آب تولید میکنه روی این هم تمرکز بکنیم روی این هم در حوزه رسانه کار بکنیم و اونجا سلاحی داشته باشیم که این سلاح دیگه غیر قابل مذاکره است این سلاح چیه انرژی هست که داره آب زندگی مردم رو تامین میکنه نکته دیگه ندارم اگر شما احساس کنید نکته ای هست حتما در قالب پیام برای من بفرستین و اگر موافق باشید چند تا پیام میخوام برای شما بخونم اون تا دوستان دیروز یه ویدیو به شما ارائه دادم در خصوص خوردن گوشت انسان ها که گفتم این رو دارن عادی سازی میکنن چندین پیام داشتم یک نمونه از پیام ها برای دوست عزیزی بود که گفته بود من الان حضور ذهن ندارم کدوم کشور رو گفته بود ولی میگفتش که تلگر ما این برنامه شما رو دیدیم بعد با همسرمون رفتیم خرید توجه توجهمون جلب شد به شکلات هایی که اینها شبیه مثلا چشم انسانه شبیه چهره انسانه شبیه جنین انسانه میگه چون من برنامه شما توجه توجهم این جلب شد که این قابل تعمله این اتفاق این انگار یه چیزی داره عادی میکنه میگه از زمانی که اومدیم خانه و تلویزیون رو داشتم دنبال میکنم میگم یه خبری رو ارائه کرد تحت عنوان که سازمان جهانی این اجازه رو صادر کردن که از حشرات هم برای سبک چجوری بگم یک سبک زندگی غذایی روشون توجه بشه میگه زمانی که اینو گفت من احساس کنم که آره این نکته ای که تو داری میگی صداهاش داره شنیده میشه و نگران شدن بله نکته که خدمت شما عرض خیلی قابل تعامله و دنیا داره به این حرکت حالا در روی هلند من اگر بخوام دقیق خدمت شما عرض بکنم چون توی برنامه هایی که داریم در این خصوص ارائه مییم هلند رو اصلا یادم رفت بگم میخواستم این بخش در روی هلند بگم که این داره تمرکز میکنه روی اینکه آقا ما الان گرفته سراغ استفاده از کرم ها و اینها نریم بریم بررسی کنیم ببینیم کرم ابریشم این کرم ابریشم رو میتونیم به عنوان وعده غذایی یا چیزی از این دست وارد بکنیم رو این کار مطالعاتی بکنیم یک بخشی از کار مطالعاتی که دارن انجام میدن رو این قضیه است دیگر کشورها هم کارهای ویژه‌ای در این خصوص رو دارن ارائه میدن حالا من در یک گزارش مفصل این مسئله رو خدمت شما ارائه خواهم داد دوست عزیزی یک پیامی برای من فرستاده دوستان من قبل از اینکه این پیام رو بخونم یه چیزی خدمت شما بگم چندین نفر از دوستان من به من گفته بودن که آی تحلیل یه سری حرف داره زده میشه که این حرفا غیر مستقیم داره به شما اشاره میکنه یعنی حملاتی هست به شما دیدم که بعضی از دوستان خیلی عصبانی شدن توی کامنت ها عصبانیت خودشون رو بروز داده بودن که آقا این چه وضعیه چیزهایی میشنویم که اینا حمله به شما سعی نواد باشه و چیزهایی از این دست آد رفیق منید شما با هم رفیقیم اگه با هم رفیقیم من دارم خدمت شما عرض میکنم عبور کنید از همه این چیزهایی که دارید میشنوید عبور کنید ما کارهای اساسی‌تر تر و ویژه تری داریم روی کارهای خودمون باید متمرکز شیم بیایید رو سنگر خودمون متمرکز شیم کارهای ویژه خودمون رو انجام بدیم من بیشتر توضیح نمیدم در این خصوص بیشتر توضیح نمیدم علت هم داره حالا برنامه ای رو در خصوص عراجیفی که اخیرا دیدم تلویزیون گروهک ورشکسته منافقین اومدن در ما مطرح کردن به شما اره خواهم داد فقط یه چیزی میخوام بگم من الان دارم از رسانه با شما صحبت میکنم که این رسانه توسط دشمنان ما داره رسد میشه یعنی من همین الان شما همتون میتونید درباره همدیگه صحبت کنی ولی من اگر بیام نکته ای بگم او تلاش میکنه از این به عنوان یک چیزی که مثلا بیاد که بین اینها درگیری شده بین اینها تفرقه افتاده اینها افتاده به هم تلاش میکنه از حرف من در این حوزه استفاده کنه به خاطر همین شما خیلی راحت حرفتون رو الان میتونید مطرح بکنید و من فکر میکنم که اگر بخوام خدمتی بکنم به پرچم مقدس و محترممون بهترین خدمت این هست که سکوت بکنم و اجازه این که دشمنان ذلیل شده ما در تیرانا و جاهای دیگه بخوان از حرفای من سوء استفاده بکنن یا بخوان دوباره یک چیزی توی برنامهشون دروری من بگم و چیزی از این دست این امکان بهره برداری رو باید از اینا بگیرم پس فعلا بهتر این هست که سکوت بکنم و دوستان خودم دعوت میکنم رفقا تمرکز کنید رو کار خودمون رو پرچممون ما باید از پرچممون دفاع کنیم بیایید تمرکز بکنید روی دفاع از پرچممونی از همه چیز امروز برای من و شما ضروری تره میخوام پیام بخونم باز دوباره نکات شما میاد تو ذهنم هی hey, از این پیام ها عبور میکنم و بله درباره این تصاویر اخیری که از الهام باکو منتشر شده یک نقشه نیست یه ماکت خاصیه به دست گرفته روی صحبتی من میبینید دوستان گفتن که توضیح بده حتما دربارش صحبت خواهم داشت فقط من یه چیزی خدمت شما عرض بکنم این آدم یقین بدونی این حرف امروز من رو که اراده کرده یه سیلی اساسی بخوره این مردک ای حواسش نیست داره چیکار میکنه الدنگ هایی احمق تر از خودش این رو جلو انداختن و این نمیفهمه که داره چه حرکتی انجام میده این حرکت برای این آدم تبعات عجیب و غریبی خواهد داشت من خیلی چیزها رو نمیتونم الان توضیح بدم ولی اینکه اه... یاران این هستن که این یاران میتونن به شکل حیرت آوری دست برتر رو به دست بگیرن و سیلی بزنن پس گردنی دم آدم بزنن به این الدنگ باکو اینها کم نیستن و دارن آماده میشن یارانی دارن آماده میشن برای اینکه کارهایی انجام بدن. چه به لحاظ چه به لحاظ میدانی و چه در حوزه سیاسی که این آدم رو قطعا سر جای خودش خواهد نشون امروز رو به یادگار داشته باشین عراجیفی که الهام باکو داره مطرح میکنه هزینه های تاریخی برای این آدم خواهد داشت حرفی که الان دارم میزنم توهم آمیز ممکنه از نظر بعضی ها به نظر بسید. یا شعار باشه یا بلوف باشه نگه دارید. این حرف و گوشه زنتون نگه دارید. یه مقدار بدون جلوتر از امروز که فاصله گرفتیم دقیقتر بیرون صحبت که. من نکته ندارم اگر شما که این نکته ای در قالب پیام برای من بفرستین خیلی مخلصم خیلی ارادت دارم وقتتون بخیر